بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خالق یکتا سلام بر شما شاگردان عزیز گرانقدر، خدا کنه که همه شما جور صحتمند و سلامت بوده باشین. شاگردان نهایت عزیز، قسمی که همه شما بیننده هستین، میبینین ویدیوهای ما را از طریق لینک یوتیوب ما تماشا بکنین و اگر شما سوالات و پیشنهاد داشته باشین با ما شریک بسازین و ما هم بتونیم بر شما چی بکنیم، پاسخی را بدیم. شاگردان نهایت عزیز، قسمی که در دست گذشته آینه های متلاقی را خواندیم، گفتیم آینه های متلاقی که بود عبارت است از تشکیل دو آینه مساوی تحت یک زاویه بود، یعنی دو آینه مساوی که با هم دیگر وصل میشدن زیر یک زاویه مشخص و نامور به نام آینه متلاقی یاد میکردن. شاگردان نهایت عزیز، اینانی به خاطر از اینکه بخواهیم زاویه متلاقی را بدانیم چیکار میکنیم؟ تغییرات زاویه بین آینه های متلاقی را بیان میکنیم. شاگردان نهایت از تغییرات زاویه بین آینه های متلاقی چی هست؟ به خاطر پیدا کردن تغییرات زاویه بین آینه های متلاقی، ما دو آینه متلاقی آینه را چی میگیریم؟ در نظر میگیریم که یک آینه متلاقی آینه مساوی است، یک آینه مساوی است، که هر دو زاویه را ما چی میکنیم؟ در نظر میگیریم. مثلا اینی یک چی هست؟ یک آینه M1 است، آینه اولیه، آینه اولی است که تحت زاویه چند درجه؟ تحت زاویه تیوی، این تحت زاویه چی؟ وی یا چی کردن؟ با هم دیگر وصل شدن، یعنی این زاویه آینه مکتی، این آینه تحت یک زاویه وی با هم دیگر وصل شده. شاگردان نهایت عزیز، ما اگر بخوایم که تغییرات زاویه بین اینه می آینه متلاقی رو پیدا بکنیم چیکار میکنیم؟ به خاطر پیدا کردن از این ما این را رسم میکنیم، بگیم یک زاویه این را میگیریم به اندازه زاویه چی؟ تیتا. یک نور وارده، یک نور وارده به اندازه زاویه تیتا چی میکنه؟ یک نور وارده به اندازه زاویه تیتا بالای آینه ما میتابه. وقتی که این نور بالای آینه ما تابید، وقتی که این بالای از این تابید چی میکنه؟ منعکس میکنه به همین زاویه که وارد شده، به همین زاویه چی میکنه؟ منعکس میکنه به همین زاویه که وارد شده، به همین زاویه چی میکنه؟ منعکس میکنه. شاگردان نهایت عزیز، وقتی که به زاویه وارد شد به زاویه منعکس میکنه، وقتی که دای آینه برخورد کرد پس هم با نرمال به زاویه که برخورد کرد چی میکنه؟ منعکس میکنه. شاگردان نهایت عزیز، به خاطر که ما پیدا بکنیم که اینمی وای واقعا وجود صحت داره نداره، ما چی میکنیم؟ ما در نظر میگیریم. مثلا این امتداد میدیم، این نوری که وارد شده شای منعکسش امتداد میدیم اینجا، و این نوری که اینجا منعکس شده شای امتداد یافتش منعکس میدیم اینجا. اینجا چی کرد؟ یک تصویر را نشان داد، تصویری حقیقی معکوس را بر ما نشان میده. این اینجا چی هست؟ یک زاویه را میسازه، همین که امتداد یافته از میر یک زاویه بیتا را میسازه و اینجا یک زاویه الفا را میسازه، که این همین زاویه چی هست؟ الفا است. وقتی که این نوری که اینجا منعکس میشه یک زاویه تیتا منفی 90 را میسازه، یعنی از همین مجموع داخلی از 180 درجه است، این همین زاویه چی هست؟ تیتا منفی نرمال از 90 درجه است و اینجا یک زاویه تیتا زبر را می، وقتی که وارد شد دامو زاویه که منعکس میشه چی هست؟ یک زاویه تیتا زبر را میسازه. شاگردان نهایت عزیز، ما میتونیم چی کنیم؟ پیدا بکنیم و همچنان یکی سا با این زاویه یک زاویه گاما را میسازه. این زاویه چی هست؟ یک گاما را میسازه. نظر به مثلا A C B یا A B C، نظر به مثلا A B C چی میکنه؟ یک زاویه گاما را میسازه. مثلا این زاویه الفا است، گاما است، که این زاویه تیتا منفی 90 درجه است. خب شاگردان نهایت عزیز، اینانی که ما بخواهیم تغییرات زاویه از این را پیدا بکنیم، ما چیکار میکنیم؟ قیمت این تغییرات زاویه را پیدا میکنیم. نظر به مثلث A و C، نظر به کدام مثلث؟ نظر به مثلثی که بین خود آینه تشکیل شده، نظر به مثلثی که بین آینه چی کرده؟ تشکیل شده. نظر به مثلثی که بین آینه تشکیل شده A و C، نظر به مثلث A و C گفتیم. نظر به مثلث A و C داریم که گامای ما، نظر به این مثلا داریم گامای ما چی است؟ مساوی است با مجموع داخلی از چند درجه است؟ 180 درجه. مجموع داخلی مثلث ما 180 درجه است، منفی چی؟ منفی 90 درجه منفی تیتا، منفی 90 درجه منفی تیتا یا 90 درجه منفی تیتا، بعد از این منفی چی؟ منفی تی، زاویه که با زاویه وی ساخته بود منفی وی داره. در نتیجه اینو میگه مساوی از 180 که 90 بره و 90 ما میمونن جمع تیتا و خود ما وی ما خود ما، که پس ارزش را چی کردیم؟ بیان کردیم. شاگردان نهایت عزیز، اینان او را که بیان کردیم این را پیدا کردیم، ای چی شد؟ زاویه ای شد که ما توسط گامای ما بود که گاما مساوی شد و 90 درجه منفی وی منفی تیتا، که ما از این مثلث ای او سی پیدا کردیم. شاگردان نهایت عزیز، اینان چی کار میکنیم؟ میاییم از مثلث ای بی سی، از مثلث ای بی سی ما چی میکنیم؟ پیدا میکنیم قیمت چی را؟ قیمت الفا را. میگیم الفا ما
جمع الفا، جمع یک گاما، دو گاما. جمع دو گاما، جمع چی؟ دو ضربه. دو ضربه 90 درجه منفی دی مساوی میشه. وقتی که الفا را پیدا کنیم میگیم مساوی میشه چی؟ الفا و مساوی 180 درجه. الفا و مساوی مجموعه داخلی زاویه است. زاویه مجموعه داخلی از 180 درجه منفی چی؟ منفی دو گاما. دو گاما را اون طرف انتقال داده. منفی دو گاما، منفی دو ضرب 90 180 درجه که اون طرف انتقال داده، منفی 180 درجه، منفی که اون طرف انتقال داده مثبت میشه و دو ضرب وی دو وی میشه. شاگردان نهایت عزیز، در نتیجه وی و الفا و مساوی هستند. 180 به 180 چی میشود؟ خلاص. 180 به 180 خلاص میشود. منفی دو گاما، منفی دو تیتا میمونه. در اینجا که دو را مشترک بگیریم، منفی دو را مشترک بگیریم، میشه که تیتا منفی گاما میشه. شاگردان نهایت عزیز، دو را مشترک گرفتیم، یعنی این رقم گفتیم که منفی دو گاما مون مثبت دو تیتا مون. شاگردان نهایت عزیز، اگر در اینجا دو را مشترک بگیریم، دو و دو خلاص میشه، تیتا منفی دو و دو خلاص گاما. اینی چی شد؟ دو تیتا منفی گاما شد که قیمت الفا شد، که تغییرات زاویه الفا بود نظر به آینه های متلاقی. شاگردان نهایت عزیز، امروز چیکار میکنیم؟ نظر به زاویه بیتا قیمت را پیدا میکنیم، که نظر به زاویه بیتا قیمت ما چی هستن؟ چون قیمت الفا ما 180 درجه رو گفتیم که نظر مجموعه داخلی هستن، پس قیمت بیتا را میگیم. بیتا ما چی هستن؟ مساوی میشه چی؟ 180 درجه مجموعه داخلی از منفی قیمت الفا. 180 قیمت بیتا مساوی هستن مجموعه مثلث داخلی منفی الفا. پس بیتا مساوی 180 درجه خودش بجای منفی الفا را چی داره؟ دو ضرب وی منفی گاما. دو ضرب وی منفی گاما. اینا رو شاگردان نهایت عزیز، ما اینجا قیمت گاما را داشتیم که 90 جمع تیتا منفی، پس میگیم بیتا مساوی میشه با 180 درجه زاویه خودش. دو خودش بجای وی خودش را وضع میکنیم، بجای گاما قیمتش را، گاما چند است؟ 180 درجه که میگه چی؟ میبخشیم گاما مساوی 90 درجه جمع وی منفی وی که این را چی کردیم؟ وضع کردیم. اینا رو میگیم بیتا مساوی است 180 درجه خودش، دو ضرب 90 درجه میشه 180 درجه، دو ضرب وی میشه دو وی، ضرب دو جمع وی جمع دو وی میشه و منفی دو ضرب تیتا دو تیتا. اینا رو ما میگیم که دو وی و کتی دو تیتا مثبت دو منفی دو وی و مثبت دو وی خلاص میشه. پس چی واقع میمونه؟ 180 و 180 میشه 360 درجه منفی دو تیتا ما واقع میمونه، که اون مربوط به چی هستن؟ به زاویه ای هستن که توسط دو تیتا پیدا کردن. شاگردان نهایت عزیز و گرانقدر، پس ما نظر به این گفتیم که اگر ما خواسته باشیم آینه های متلاقی را ما در این مثلث ها پیدا بکنیم، با استفاده از روابطی که ما در اینجا بیان کردیم چی میکنیم؟ استفاده میکنیم. یعنی قیمت آینه های متلاقی را اگر ما تغییرات زاویه را مشاهده بکنیم، با استفاده از عینه اشعه های منعکس ما چی کردیم؟ قیمت الفا را و گاما را پیدا کردیم، که قیمت گاما این زاویه بود، قیمت الفا را پیدا کردیم این زاویه بود، قیمت بیتا را پیدا کردیم زاویه بیرونی که در آینه های متلاقی چی میشدن؟ تشکیل میشدن. خب شاگردان نهایت عزیز و گرانقدر، این بود تغییرات زاویه بین آینه های متلاقی. اگر شما سوالات و پیشنهادات داشته باشین، از طریق یوتیوب چینل با ما شریک بسازن، ما با سوالات و پیشنهادات شما پاسخی را میکنیم. شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. اوقات خوب و خوش داشته باشین.